خانم های خیلی زود به حضور خانم های ندرفیلد رسیدند. خانم های ندرفیلد هم بازدیدشان را پس دادند. رفتار مطبوع دوشیزه بنت حسن نظر خانم هرست و دوشیزه بینگلی را بیشتر کرد. البته مادرش را غیرقابل تحمل میدیدند و خواهران کوچکتر را هم در حد و شن هم صحبتی نمیدانستند. اما به دو خواهر فهماندن که بدشان نمی آید با آنها بیشتر آشنا شوند. جین از این توجه و عنایت خیلی خوشحال شد اما الیزابت هنوز در رفتار آنها با دیگران حتی با خواهرش نوعی تکبر میدید و به خاطر همین از آنها خوشش نمی آمد البته لطف و محبتشان در حق جین نفس ارزش داشت چون به احتمال خیلی زیاد از تعریف و تمجیدهای برادرشان ناشی میشد هر وقت که دیداری دست میداد کاملا معلوم بود که آقای بینگلی از جین خوشش میآید از نظر الیزابت هم مثل روز روشن بود که جین دارد تسلیم احساسی می شود که از ابتدا به آقای بینگلی پیدا کرده بود. بعید نبود که عاشق بیقرار او بشود اما با خوشحالی فهمید که بعید از همه عالم و آدم با خبر شوند چون جین با تمام احساسی که داشت در عین حال متانت و احتیاط را در رفتار با نشاط همیشگیش مراعات می کرد و همین باعث می شد که کسی او را گستاخ و بیادب نداند این را به دوست خود دوشیز لوکاس هم گفت شارلو جواب داد شاید هم بد نباشد که آدم در چنین مواردی خودش را جلوی بقیه نگه دارد اما اینقدر احتیاط کردن گاهی به ضرر آدم تمام می شود. اگر زنی با مهارت کامل احساس خود را از طرف مقابل مخفی نگه دارد شاید فرصت جلب توجه طرف مقابل را از دست بدهد در این صورت دیگر فایده ای ندارد که هیچ کس قضیه را نفهمیده باشد. در هر دلبستگی و علاقه هم قدردانی وجود دارد و هم خودبینی. طوری که نمی شود با خیال راحت این چیزها را به حال خود گذاشت. شروع کردنش راحت است کمی توجه طبعا کافی است. اما کمتر کسی اینقدر دل و جرأت دارد که بدون تشویق و رغبت واقعا عاشق بشود. در 90 درصد موارد بهتر است زن بیشتر از چیزی که حس می کند مهر و محبت نشان دهد. بینگلی مسلما خواهرت را دوست دارد اما اگر خواهرت قدمی بر ندارد و کمکش نکوید شاید بینگلی هیچ وقت از دوست داشتن جلوتر نرود. ولی خواهرم به اقتضای طبیعتش قدم بر می دارد. وقتی من علاقه خواهرم به بینگلی را تشخیص می دهم بینگلی هم قاعدتا باید این را بفهمد مگر اینکه خیلی از مرحله پرد باشد ولی الیزا یادت باشد که بینگلی به اندازه تو خلق و خوی خواهرت را نمیشناسد ولی اگر زنی به مردی بی اتنان نباشد و برای پنهان نگه داشتن احساساتش هم کاری نکند مرد خودش باید تشخیص بدهد. اگر یک چیزهایی ببیند خب باید هم تشخیص بدهد. البته بینگلی و جین هم دیگر را کم نمی بینند. اما هیچ وقت هم پیش نیامده که چند ساعتی با هم باشند. تازه همیشه توی جمع های بزرگ همدیگر را میبینند و اصلا نمیتوانند تمام مدت با هم صحبت کنند. جیم باید از هر نیم ساعتی که گیرش میآید استفاده کند و محبت او را جلب کند. وقتی خیالش از او راحت شد آن وقت فرصت دارد تا هر قدلش می خواهد آشقتر بشود. الیزابت جواب داد موقعی که چیزی مطرح نباشد جز اینکه شوهر درست و حسابی گیر آدم بیاید فکر تو فکر خوبی است من اگر میخواستم شوهر پولدار پیدا کنم یا اصلا شوهر کنم همین کاری را میکردم که الان گفتی اما جین چنین احساسی ندارد نقشه و برنامه ندارد در عین حال خودش هم مطمئن نیست که چقدر علاقه دارد و اصلا عاقلانه است یا نه دو هفته بیشتر نیست که بینگلی را دیده چهار دفعه در مریتن با او رقصیده یک روز هم او را توی منزلش دیده بعد هم چهار بار در جمع با او غذا خورده خب اینها اصلا کافی نیست تا به شخصیت او پی ببرد اینطور هم که تو میگویی نیست اگر فقط با او غذا خورده بود فوقش میفهمید که اشتهایش خوب است یا نه یادت نرود که چهار شب با هم بودند توی چهار شب خیلی چیزها دستگیر آدم میشود بله توی این چهار شب هر دو فهمیدند که 21 را بیشتر از فلان پوکر دوست دارند ولی در مورد چیزهای مهم دیگر فکر نمی کنن. مطلبی دستگیرشان شده باشد شارلوت گفت خب من از ته دل برای جین آرزوی موفقیت می کنم. به نظر من اگر همین فردا هم با او ازدواج می کرد همان احتمال خوشبخت شدن داشت که یک سال دیگر آن هم به کلی و سنگین کردن اخلاق و شخصیت او. خوشبختی در ازدواج کلا به بخت و اقبال است حتی اگر خلق و خوی طرفین کاملا برای آنها شناخته شده باشد یا اصلا عین هم باشند هیچ معلوم نیست که به سعادت میرسند یا نمیرسند تازه بعدش هم با اختلاف پیدا میکنند و هر کدام به نحوی دلخور میشوند از عیب و ایرادهای کسی که قرار است عمرت را با او سر کنی هرچه کمتر بدانی بهتر است مرا به خنده میاندازی شارلوت درست نیست خودت میدانی که درست نیست خود تو حاضر نیستی این شکلی عمل کنی؟ الیزابت که مدام فکر میکرد آقای بینگلی از خواهرش خوشش آمده هیچ خبر نداشت که خودش رفته رفته مورد توجه دوست آقای بینگلی قرار گرفته. آقای دارسی اول او را زیاد قشنگ نمیدانست. در مجلس رقص وقتی به الیزابت نگاه کرده بود چنگی به دلش نزده بود. دفعه بعد هم که الیزابت را دید فقط دنبال عیب و ایراد گشت اما همین که به خودش و دوستانش گفت که جذابیتی در قیافه الیزابت نمی بیند متوجه شد که در حالت زیبای چشمهای سیاه الیزابت نوعی هوش و ذکاوت فوقالعاده موج می زند. بعد از این چیزهای دیگری هم در الیزابت کشف کرد که به همان اندازه باعث خجالتش شد. با نگاه عیبجوی خود انواع و اقسام عیب و نقص در الیزابت را پیدا می کرد. اما در عین حال مجبور می شود اعتراف کند که اندام و شکل و شمایلش الیزابت ظریف و خوشایند است. با اینکه می گفت رفتارهای الیزابت با دنیای باب روز فاصله دارد از نشاط و بازیگوشی بی تکلف او خوشش می آمد. الیزابت از این تغییر عقیده پاک بیخبر بود از نظر آقای از نظر الیزابت آقای دارسی همان مردی بود که هیچ جا محبوب نبود و الیزابت را هم آنقدر قشنگ نمیدانست که قابل باشد تا با او برقصد آقای دارسی میخواست الیزابت را بیشتر بشناسد و برای اینکه یک قدم جلوتر برود و سر صحبت را با او باز کند به حرفهای الیزابت با دیگران گوش سپرد الیزابت متوجه شد همه در خانه سر ویلیام لوکاس بودند که مهمانی بزرگی داده بود. الیزابت به شارلوت گفت منظور آقای دارسی چیز که به صحبتهای من با کلنل فورستر گوش می کند. او پاسخ داد این سوالی است که فقط آقای دارسی می تواند جوابش را بدهد. ولی اگر باز هم این کار را بکند حتما به او می که من می دانم دنبال چه چیزی است. با نگاهش همه چیز را مسخره می کند. بعد خودم رو درس باسی را کنار بگذارم وگرنه ممکن است کم کم از حیبتش بترسم. کمی بعد آقای دارسی به طرفشان آمد. بدون اینکه ظاهرا قصد صحبت کردن داشته باشد. چیز لوکاس به الیزابت هشدار داد که آن حرفها را به آقای دارسی نزند اما همین باعث شد که الیزابت بیشتر تحریک شود این بود که رو کرد به آقای دارسی و گفت آقای دارسی به نظر شما من همین الان که داشتم سر به سر کلنر فورستر میگذاشتم تا یک مهمانی رقص در مریتن بدهد خوب از عهده آن بر نیامدم با شوروحال تمام ولی خب این موضوعی است که هر خانمی را به شوروحال میاندازد کم لطفی میکنید دو چیز لوکاس گفت حالا وقتش رسیده که ما از خانم چیزی بخواهیم من میروم در ساز را باز میکنم بعدش هم که خودت بهتر میدانیم تو هم در عالم دوستی کارهای عجیبی میکنی همیشه از من میخواهی جلوی هر کسی پیانو بزنم و آواز بخوانم اگر دل و دماغ پز با موسیقی را داشتم این تقاضای تو خیلی هم خوب بود اما الان دلم نمیخواد مقابل کسانی پشت پیانو بنشینم که عادت کردن هنرنمایی بهترین خواننده ها و نوازنده ها را ببینند اما بعد از آنکه دوشیزه لوکاس اصرار کرد گفت بسیار خوب اگر اصرار دارید باشد بعد نگاه تندی با آقای دارسی انداخت و گفت یک ضربالمثل جالب قدیمی هست که البته اینجا همه با آن آشنایی دارند. نفست را بگیر تا بتوانی آشت را فوت کنی. من هم نفسم را نگه می دارم تا آوازم صدا بدهد. اجرای الیزابت دلنشین بود هرچند که بینقص نبود. بعد از یکی دو آواز و قبل از اینکه به اصرار چند نفر تن بدهد که میگفتند دوباره و دوباره آواز بخواند الیزابت با کمال میل جای خود را پشت پیانو به مری داد که تنها دختر غیر خوشگل خانواده بود و به همین علت هم خیلی زحمت کشیده بود تا فضل و کمالاتی پیدا کند همیشه هم برای هنرنمایی بیتابی می کرد مری نه استعداد داشت و نه ذوق و سلیقه با اینکه برای خودنمایی خیلی زحمت کشیده بود در عین حال حالت پرتکلف و رفتار متظاهرانه ای داشت که نمیگذاشت به مهارتی بالاتر از حد فعلیاش برسد الیزابت بی تکلف و صمیمی بود و با اینکه اصلا به خوبی مری اجرا نمیکرد همه از هنرنمایی او بیشتر لذت می بردند. مری بعد از یک اجرای طولانی به اصرار خواهرهای کوچکترش چند آواز اسکاتلندی و ایرلندی را هم با کمال میل اجرا کرد و تمجید و تشویق خواهرها را برانگیخت که با شوق و ذوق همراه چند تا از لوکاس ها و دو تا از افسر و به ای که در انتهای سالن میرقصیدند ملحق شدند آقای دارسی ساکت نزدیک آنها ایستاده بود و آزرده بود از اینکه شب به آن ترتیب سپری می شود. خودش در هیچ گفتگوی شرکت نمی کرد. آنقدر توی خودش بود که نفهمید سر ویلیام لوکاس آمده کنارش ایستاده. تا اینکه سر ویلیام سر صحبت را اینطور باز کرد. چه خوب که به جوان ها این طور خوش میگذرد آقای دارسی واقعا هیچ چیز جای رقص را نمیگیرد به نظرم یکی از بهترین تفریحات محافل سطح بالاست این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است